در آموزشگاه ایمان مسیح. دوست خوب من عیسی مسیح با صبر، دقت و مهارت تمام در کمک به رشد ایمان شاگردان خود کوشا بود. او این کار را انجام داد زیرا که وی به خوبی واقف بود که داشتن ایمانی استوار و راسخ شاگردانش را برای آن زندگی و مأموریت‌هایی که برای هر کدام در نظر داشت آماده، مجهز و قادر می‌ساخت. شاگردان برای مدتی بیش از 3 سال در آموزشگاه ایمان زیر استادی عیسی مسیح و در کتاب درسی کلام خدا سپری نموده بودند. عیسی مسیح برای تعلیم دادن به شاگردان خود کلام و بیانی ساده به کار می برد. اما بسیاری از درس‌های وی به صورت ضرب المثل و گاهی معجزه تعلیم داده می شدند. یک نمونه مناسبی از تعلیم عیسی مسیح به شاگردان خود به صورت ضرب المثل را ما در کلام خدا انجیل متی مطالعه می کنیم. در این قسمت می خوانیم: پس وقتی عیسی به ایشان فرمود از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان برحذر باشید و احتیاط کنید، آنها در بین خود صحبت کرده می گفتند چون ما نان همراه خود نیاورده ایم او چنین می گوید. عیسی این را درک کرد و به ایشان گفت ای کم ایمانان، چرا درباره نداشتن نان صحبت می کنید؟ آیا هنوز هم نمی فهمید؟ آیا آن 5 نان و 5000 مرد را به خاطر ندارید؟ چند زنبیل جمع کردید؟ یا در مورد آن 7 نان و 4000 مرد چند زنبیل جمع کردید؟ چرا نمی توانید بفهمید که من درباره نان صحبت نمی کردم؟ من فقط گفتم که از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید. آنگاه فهمیدند که عیسی از آنان می‌خواهد که از تعالیم فریسیان و صدوقیان احتیاط کنند، نه از خمیرمایه نان. آمین. عزیزان، عیسی مسیح همچنین بیماران بیشماری را شفا داد، ارواح پلید را نهیب کرده، از وجود انسانها بیرون نمود و دریای متلاطم را آرام ساخت. در هر کدام از این معجزات عیسی مسیح قدرت خداوندی خود را به شاگردان شناسانیده و درس‌هایی نیز به آنها می‌آموخت. از جمله آموزه‌های شاگردان این بود که در روبرویی با آزمایش‌هایی در طول زندگی میزان ایمان خودشون را به مسیحا بودن عیسی بشناسند. شاگردان در درک و فهم کامل و صحیح تعالیم عیسی مسیح چه در بیان و چه در انجام معجزات خود بسیار کند بودند و گاهی اصلا مفهوم اصلی تعالیم او را درک نمی کردند. اما با این وجود عیسی مسیح هرگز از آنها قطع امید نمی کرد. وقتی آنها در اعتماد خود به مسیح کم می آوردند، عیسی مسیح آنها را دلسوزانه نکوهش می کرد. برای مثال در انجیل مرقس فصل 4:40 می خوانیم: بعد عیسی به ایشان فرمود چرا اینقدر ترسیده اید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟ آمین. عزیزان، عیسی مسیح همچنین در صورتی که نشانه ای از رشد در ایمان و اعتماد شاگردان می دید، آنها را تشویق نموده و تحسین می نمود. مثال خوبی از این روش عیسی مسیح را هم ما در انجیل متی فصل 16:15-17 می بینیم. در این قسمت می‌خوانیم: عیسی پرسید شما مرا کی می‌دانید؟ شمعون پتروس جواب داد تو مسیح پسر خدای زنده هستی.
آنگاه عیسی گفت ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، چون تو این را از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است. آمین. عزیزان، هدف اصلی عیسی مسیح از بودن با شاگردان این بود که آنچنان اعتماد و ایمانی در آنها به وجود بیاره تا قادر بشه خواست مقدس الهی خودش را در درجه اول در زندگی شخصی آنها و بعد در دنیای اطرافشون به انجام برسونه. بعد از صعود خود به آسمان، عیسی مسیح به شاگردان خود امر فرمود تا پیام رستگاری انجیل را به تمام نقاط دنیا ببرند. بدون ایمان و اعتمادی راسخ، شاگردان هرگز قادر به انجام چنین مأموریتی نمی بودند. دوست خوب من، هدف و منظور خداوند برای ما هم امروز همینه، تا وظیفه ای را که او برای ما منظور داشته به خوبی انجام بدیم. عزیزان، اگر ایمان و اعتماد ما به عیسی مسیح راسخ و استوار باشه، او هم به ما اعتماد میکنه و سپس او به ما وظایفی خاص را محول میفرماید. وظایفی که در ایمان کامل به او و همکاری با روح القدس حتماً قادر به انجام آنها میشویم. اما ایمان ضعیف و نداشتن اعتماد به عیسی مسیح توانایی انجام خدمت برای خداوند را در زندگی ما محدود می‌کند. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما، خداوند به همان میزانی از ما برای مقاصد الهی خودش استفاده می‌کند که ایمان و اعتماد ما به اوست. داشتن ایمانی راسخ برای هر ایماندار به عیسی مسیح بسیار مهم و حیاتی است. خداوند از کمک به هر ایماندار برای تقویت ایمانش دو منظور داره. اول اینکه او در کلامش به ما یاد میده که چرا و چگونه باید به خداوند ایمان و اعتماد داشت. دیگر این که او اجازه میده تا ما در مصاف با مشکلات، سختی‌ها، کمبودها و چالش‌های زندگی میزان ایمان و اعتماد خودمون را به خداوند بشناسیم. خداوند اجازه میده تا ما در مشکلات و چالش‌های زندگی به ناتوانی و ضعف خودمان به عنوان یک انسان پی برده و در ایمان خود به او رشد کنیم. عزیزان، هر چقدر ما بیشتر به ضعف و ناتوانی خودمان به عنوان یک انسان پی میبریم، به میزان ایمان ما به عیسی مسیح افزوده میشه. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او گفتگو کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم. به من درس تازه‌ای یاد دادی. به من یاد دادی تو همیشه در حال آموزش دادن به من هستی. خداوند، از تو سپاسگزارم که گناهانم را در ایمانم به عیسی مسیح می‌بخشی و به من حیات نو ابدی عطا می‌کنی. خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی تا در طول عمرم بر روی این زمین که هدیه خود توست به من، از من برای انجام نقشه‌های خاصت استفاده کنی. خداوند، از تو سپاسگزارم که با من صبور هستی و در درک اراده الهی و خواسته‌هایت برای زندگیم به من کمک می‌کنی. خداوند، به من کمک کن تا در تمامی روزهای زندگیم همیشه به تو اعتماد و ایمان کامل داشته باشم. خداوند، به من کمک کن تا با کمک خود تو و در ایمان و اعتماد کاملم به محبت، قدرت و وفاداری تو در انجام هر وظیفه‌ای که به من محول می‌کنی کوشا و وفادار باشم.
خداوند، من تمامی جوانب زندگیم را به تو تسلیم می کنم. از وجود من برای جلال نام قدوست در اراده خاصت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.